اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان خواستار سپردن حافظ گل بهادر و تمام ستیزه‌جویان تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مسلح به پاکستان شد که در حملات بر نیروهای امنیتی کشور دست دارند. اسلام آباد این تقاضا را پس از افزایش حملات مخالفان مسلح به نیروهای امنیتی پاکستان تکرار کرده است. برای کسب معلومات بیشتر البته تقاضای پاکستان همکارم مسکا سافیر با خود داریم. مسکا جان سلام. نکات اصلی تقاضای وزارت خارجه پاکستان از طالبان افغانستان چیست و آیا طالبان افغانستان تا به حال به این تقاضای تازه پاکستان واکنش نشان دادن یا نه؟ سلام به شما و به تمام بینندگان. ممتاز زهرا بلوچ که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان باشه، روز گذشته در یک نشست خبری حکومت طالبان خواسته تا علیه گروهان تروریستی به گفته وی در افغانستان می باشند و از آنجا حملات را علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام می دهد باید اقدامات لازم انجام گرفته. ممتاز زهرا بلوچ در این نشست گفت که مقامات پاکستانی با طالبان شواهد ملموس و همچنان اطلاعات مهم را در رابطه با این گروه ها و فعالیت هایشان شریک ساخته و نیز گفته که حکومت طالبان در رابطه با فعالیت های این گروه مکانشان و همچنین نگرانی پاکستان واقف است، یعنی آگاهی دارد و باید اقدامات لازم و مؤثر انجام داده شود. نه تنها باید اقدامات صورت بگیرد بلکه گفته که این گروه ها البته نام گروه های گفته که گروه تحریک طالبان پاکستان و همچنان گروه حافظ گل بهادر حل سلا شود و رهبرانشان را و اسلام آباد تحویل داده شود. البته ممتاز زهرا بلوچ در این نشست نیز در رابطه با احضار یک دیپلمات در طالبان در اسلام آباد نیز یادآور شده که هفته روز دوشنبه در بنو در یک پایگاه نظامی پاکستان انجام گرفته بود حکومت طالبان لازم اقدامات را انجام بدهد ولی حکومت طالبان در رابطه چیزی نگفته اما در گذشته ها چون اقدامات توسط حکومت طالبان رد کرد. کجان سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی با نشر گزارش گفت که همزمان با افزایش اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در 3 ماه گذشته بیشتر از 500 هزار نفر افغانستان به مقصد خارج از کشور ترک گفته. جزئیات بیشتر از اخراج و مهاجرت بیشتر افغانها به عمدتاً به ایران و پاکستان چی است؟ سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز 5 شنبه یک گزارش نشر کرده و تا این گزارش گفته که بر اساس بررسی‌هایی که داشته از آغاز ماه اپریل تا آخر ماه جون یعنی در طی 2 ماه حدود بیش از 532,000 مهاجر افغان از کشور یعنی از افغانستان خارج شده و رفتن ترک کرده کشور را و نیز گفته که این همین مدت بیش از 858,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج کرده و به افغانستان آمده. این گزارش نشان داده که گفته که علت ترک کشور هم مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، نبودن مکان و همچنان دور بودن از خانواده و همچنان بعضی از مشکلات طبیعی و ناامنی های افغانستان باشه و گفته از آغاز سال جاری نظارت خود را در مرزهای افغانستان آغاز کرده و گفته که بر اساس یافته هایشان روز آره هزاران نفر از پاکستان و ایران به افغانستان میرند و از آنجا به اینجا میآید و نیز میخوام در خود بگم که بر اساس گزارش دان پاکستان چند روز پیش 120 نفر در بلوچستان بازداشت شده بود و هم افغان ها بودند و پلان داشتند که از طریق پاکستان به ایران بروند.